همه پدرم همه مادرم همه کاکایم بزرگان فامیل پدر کلان مادر کلان میگن که تو چی بکن و چی نکن خالص. و در حالی که من یک انسان عاقل و بالغ هستم میخوایم که خودم برای زندگی آینده خودم تصمیم بگیرم من که نمیخوایم که مثلا با یک تایفه ازدواج کنم من با یک نفر با یک دختر ازدواج میکنم دختر ممکن که همین را بگوید در حالی که پدر و مادر میگن که ازدواج باید عاقلانه باشه وقتی که دو نفر تصمیم بگیرن که زندگی بکنن در واقع باید بسیاری از شرایط و نکات را بسنجن و بعد تصمیم بگیرن چون حرف یک روز و دو روز که نیست حرف یک عمر زندگی کردن است و شما میفرمایید که ازدواج نه رقم ازدواج های سنتی که به صورت انعنوی در کشور از ما رواج داره او هم صحیح نیست مشکلات خود داره و ازدواج به شیوه مدرن که الان در برخی از بین جوان ها رایج شده در برخی از کشورها هم بیشتر است که اه. دختر و بچه به هیچ وجه من الوجو خانواده رو دخالت نمیدن خودشان دو نفر تصمیم میگیرن که زندگی بکنن بله. ای این هم زیاد مطلوب نیست قطعا مشکلات خاص خودش را داره و شما یک شیوه سومی را میخواد که برای از و بینندگان از ما معرفی کنیم بی منتظر بسیار خوب ببینید من قبلا هم تذکر دادم وقتی که میگیم ازدواج سنتی که میخوایم ترکیب بکنیم مم. ترکیب سنتی و مدرن رو اول بیایم بگیم کدام سنت سنت دین، سنت خدا، سنت پیغمبر یا سنت پدر بزرگ و پدر کلان و مادر کلان و کوکا و امه و خاله ما یا سنتی که فلان مثلا ولایت داره یا سنتی که فلان قوم داره یا سنتی که فلان مثلا فرض کنید که گروه داره اگر قرار باشه که ما در حد انتخابمان به سمت سنت خدا و پیغمبر و اولیاء الهی بریم قطعا باید یقین داشته باشیم که پشتوانه سنت عقل است و منطق است و حکمت است و وصلت کما اینکه الان اشاره کردیم به چند مدل ما در ازدواج سنتی بر مبنای سنت دینی خودمان و مبنای سنت پیغمبر ازدواج یعنی رسیدن به یک حدی از عقل، امه. فکر، شعور، توانایی اقتصادی توانایی عاطفی توانایی درک اجتماعی بعد مرحله دوم ازدواج بر مبنای خواستن بر مبنای علاقه و بر مبنای تمایل طرفین سوم انتخاب بر مبنای ازدواج بر مبنای انتخاب و به دوش گرفتن این انتخابی ای که در سایه مشورت یکی از مسائلی که بسیار مهمم هست و دقدق ساز هم هست در بحث ازدواج سنتی به معنای سنتی به معنای اسلامیش است که خب ما داریم که در مسائل به اصطلاح فقهی اه. که اذن پدر و اجازه پدر و تایید پدر برای ازدواج دختر باکره به اصطلاح برای دفعه اول دختر چی لازم هست و پس به دختر بدون اجازه پدر حتی عقد او صحیح نیست و نمیتونه ازدواج بکنه خب الان یک دغدغه است یک چالشی است که بسیاری از جوانهای امروزی با مشکل دارن و حالا که گفته می شود چرا دیگه دا ببینید دارد میگوید که بعد با در مباحث فقهی باز مطرح میکنیم زمانی که دختر بالغه و رشیده و عاقله باشد یعنی اگر خود او به یک حدی از همون بلوغ هایی مم. که ما مد نظر قرار دادیم که قبلا بحث کردیم رسیده باشد که بتواند با کمترین میزان خطا انتخاب بکند مم. اینجا اگر اجازه پدر حالا مخالفت پدر که بحث این که واجب هست که احترام پدر اگر اگر پدر مثلا مخالفت رو مطرح نمیکنه میتواند بدون گرفتن اذن پدر یا در صورتی که مثلا چه بشه ازدواج هم بکن. پس اون بحث بالغ و رشیده. یعنی ببینید مم. آنچه که دین تاکید می کند. به عبارتی ازن پدر برای ازدواج دختر هموار کننده ام. مسیر سنگلاخ و پرچالشی است که به خاطر ای که گفته شده این دختر جوان شاید به او اندازه ای از توانمندی برای شناسایی موانع سر راه نرسیده پدر صرفا راهنمای اوست که سنگلاخ را سر راه او برداره مسیر رو باز بکنه وگرنه قطعا هیچگاه منظور و مقصود حاکم شرعی نبوده است که پدر به فرزند خود ظلم بکنه ام. پدر حق انتخاب رو از او بگیره پدر تحمیل و اجباری برای او ایجاد بکنه اما اون اتفاق بدی که میفته ای که در بسیاری از موارد این حالت قلبه پیدا میکنه یعنی تحمیلی بودن اجباری بودن یا نسنجیدن شرایط دختر یا در نظر گرفتن اون شرط های قبلی علاقه باید باشه تمایل باید باشه انتخاب باید باشه رسیدن به با او بلوغ به اندازه کافی باید باشه ما ببینید همیشه به موضوع رو مطرح میکنم اسلام یک نظام و یک چهارچوب کامل از بله. قانون متاسفانه اشکال جدی که در رفتار ما مسلمان ها وجود داره اینه که ما معمولا به یک به یک بعد ما یا به یک او به بعض از احسن او او آفرین که بر شما بسیار خوشمانه و دل ما نست برمیدونه دقیقا و, جای نه. و بعد وقتی که نتیجه و محصول و ماحصل کار ما متاسفانه با چالش مواجه میشه بعد میگیم که این رو نمیگیم که رفتار ما بر اساس انتخاب ها و سلیقه های نفسانی و شخصی ما بود میگیم که خب ما که به حرف خدا گوش کردیم چرا تو شد و حالا که سنت و سیره پیامبر و ائمه و اراده الهی در مبنا در امر ازدواج همه بودی است یعنی حتی در کوچکترین مسائل در مسائل فقهی ما داریم که دقیقا راهکار ارائه شده و مشخص شده